این رندر قاچاقه. در صورتی که شما مستندات یا برگ سبز گمرکی برامو بیاری ببینیم آقا مثلا درسته یا نه. انتظار، شناسنامه، جوهر، رای، آدینه دیگر را رقم زد تا جمع نمایندگان مجلس 11 جمع شود. از کار خیلی بده، خیلی کار نیست. یک ماه که اومدم یه نصف روز من کار کردم. به نام خدای وفادار به عهد، هموطنان سلام، عصر اردیبهشتی شما به خیر. من محمد معین مقامی هستم و شما با خبرنگاران جوان شنبه 11 اردیبهشت ماه را تماشا میکنید. در قدم اول سراغ یک گزارش میریم با موضوع تجارت آرایش غلیظ. آمارها نشون میده بین 80-90% لوازم و کالاهای آرایشی در ایران به صورت قاچاق از مرزهای شرقی و غربی وارد کشور میشن. اون دسته از کالاهایی هم که دارای مارک‌های معروف هستن تقریبا ثابت شده که همه قلابی‌اند و در کشورهای همسایه جعل میشن و روانه بازار کشور میشن. وقتی نگاهی به آمار تولید و مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی میندازی، یه موضوع چشم‌ها رو نوازش میده. اینکه سلاطین تولید کننده این کالاها مصرفشون به پای ایرانی‌ها نمیرسه. البته اگه این مسئله رو در کنار سهم 80% قاچاق لوازم آرایشی از بازار بذاریم، میشه بازار بزک شده کشور. دارین کارتی چیزی من ازتون بگیرم؟ از مغازه میارین شما؟ میاریم دیگه از این برون برد. به هر حال یه چیزایی میان میخوان مردم آدم باید بگیره برشون. شما اصلا متوجه نیستید تو چی میریزن. همینجوری میارید میگید میخواد قفسه رو پر کنید. اینا مشکل سازه. تا دونه رو ممکنه ویزیتور گرفته باشن. شاید هم داشته باشه. حالا باید بپرسیم از لیبل اصالت روش میزنه. اینو نداره. اما تخلفاتشون در حدی بود که برای رسوا نشدنشون به زور متوسل شدن. حاجی همه رو میرین. فاکتور اینا رو برام بیا. همه رو بعد چک بده. آقا خودت برام میشه میری بازار. این مو اکی گرفتی، اکی نگرفتی. فلان. من جریمه میشم. اما خودمون زنده میشم بدم. اصلا یه همچین چیزی دیگه اعتبار نداره. یعنی اگر مردم فروشنده های همچین چیزی رم روی اجناسی که میخوان بخرن دیدن این لیبلی نیستش که بگه آقا اون جنس اصل تقلبی نیست، هیچ اعتباری لیبل شبنم دیگه نداره. 3 پیش که خریدیم روش بوده، حالا یه چند تا دونش موندن و فروش نداره. 3 شما اینو دارید؟ بله. قیمت 18 چی؟ همین 18 که میزنیم 18000 تومان قیمتشه. نه تومان خوجا بفهمم قیمت 18000 تومان. آقا 3 تا صفر داره جلوش. صفرشو نمیزنن دیگه، خود عدد رو میزنن. صرف جویی میکنن در صفر. نشدن 3 میلیون با توجه به کالایی که غیر بهداشتی که داشتن جریمه شد. این رن قاچاقه. در صورتی که شما مستندات یا برگ سبز گمرکی برامو بیاری ببینیم آقا مثلا درسته یا نه. چجوری راهنماییشم؟ شما راهنماییم کن. من پیشنهادم اینه، شما داری اینجا وقتتو میذاری، سرمایه‌تو میذاری، اتحادیه مربوطتون اگر اونا به شما اطلاع رسانه میکنن شما یه زحمت بکشید آقای اتحادیه من یه همچین جنسی میخوام بیارم، بازرسی میگه مورد داره، مورد داره یا نداره. یه سری هم از ترسشون مغازه ها رو بستن و رفتن. اینا متاسفانه انقدر مغازه هاشون مورد داره تا متوجه حضور بازرس میشن مغازه ها رو میبندن. اما ساز این بازاری که بر سرانگشتان قاچاق میچرخه قراره چجوری ناکوک بشه؟ یکی از راهکاراش همینه که ما انشالله یه برنامه پیاده بشه که کارخونه های داخلیمون زیاد شه و گمرک رو بیارن پایین، یه مقدار دیگه اینها رو هم به طرف قاچاق کمتر کنن. یکی از معضلاتی که ما الان شدید روشون داریم کار میکنیم کوچه مروی هستن که ما داریم روشون کار میکنیم که ببینیم غیر استاندارد و یکم مغازه هایی که در اونجا هستن حتما زیر پوشش باشن. سونامی قاچاق محصولات لوازم آرایش بهداشتی مدت هاست که سلامتی مردم رو تهدید میکنه و مسئولان همچنان برخورد با اون رو در سمینارها و سمینارها دنبال میکنن. 17:04 است. اما آخرین اظهارات معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد کارشکنی های سعودی ها برای سفر حج. علی رغم مذاکره طولانی که ما با اونها داشتیم، سازمان حج و زیارت با تلاش‌های بسیار مستمری که داشته تا کنون به افق روشن ما نرسیدیم و زمان مناسبی هم دیگه در اختیار ما نیست برای تدارکات و برای پیش‌بینی‌های لازم، برای تنظیم قراردادها، برای تأمین مسکن، انتقال زائرین، بحث حمل و نقل و خدمات کنسولی و امثال اون. بعید می‌دونم که با توجه به کارشکنی‌هایی که تا الان صورت گرفته و عدم عزم سعودی ها حج تمتع بتونه امسال
برگزار بشه و این گویای تعمدی است که سعودی‌ها دارن انجام میدن. وقتی تخت بیماری به جای تشک کشتی محل دیدن فرنگی کار سنگین وزن اصفهانی میشه. رحیم مهدیان 10 ماهی میشه که به دلیل آنچه مسمومیت نامعلوم عنوان شده در کما به سر میبره و مخارج سنگین درمانش چیزی نمونده که خانوادش رو روی پل ببره. گزارش بعدی ما 2:29 است. رحیم مهدیان، قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی کشور، در میدان زندگی مبارزه میکنه با بیماری سخت، دشوار و اندوهبار. وقتی اومدیم دیدیم سیاه شد بودن، بیمارستانا مسموم شده. هی گفتن هوش میاد، هر چه رفت ما اومدیم دیدیم نه، هوش نه. دیدم تو بیمارستان خیلی درد ازش میگد فایده نداره، دیده میبریش تو خونه. گفتم چی کار کنم، به چه به؟ میتونم بندازمش تو کوچه؟ 10 ماه از زندگی نباتی رحیم میگذره و پدر همچنان امیدوار. من شب از اصلا میده بشه اصلا بلا سعی چکار بکنم، بازم میام خدای رضایم به رضای تو، خیلی انتحام هم کنی، امیدوارم لایق انتحام باشم. حتی قدرم رفت بالا که من رفتم بیمارستان گفتم ارضا بدنش اهدا کنین، از جون چند نفر دیگه نجات بدین. گفتن نه، این مرگ قتله، مرگی مغزی نیست که. یه مسئله که ایشون دو قلو بودن، یه باروشم دختر بود، 5 ماه عروس بود، گاز خفش کرد. ولی یه پسر داشتم 32 ساله تصادف کرد، فوت کرد، آهنگر بود. یه چیزی برای ما نمونده. این شرایط سخت و طاقت فرسا برای همه ما ممکنه اتفاق بیفته. اینجاست که حریف و رفیق باید به میون گود بیان. نیازهای اولیه‌شون رو باز باید ببینیم چیه و تا حدی که امکانش هست هم از طریق اداره کل ورزش جوانان و هم هیئت پزشکی ورزشی و اداره ورزش جوانان شهرستان اصفهان ان شاءالله در راستای حمایت از ایشون اقدامی خواهیم کرد. نیاز به فیزیوتراپی‌های خاص خودش رو داره، تزریقات خاص رو داره و خدمات پرستاری ویژه میخواد. هزینه و کمک‌های مالی و خدمات پزشکی حتما مفید خواهد بود. مسئولین اگه نیمه کار گذاشتن در رفتن نابودی ما خانواده 100% اینه، قول بد میدم. من نه پول میخوام نه چیز، فقط ببرندش درمونش کنش تو ارمان یه پاس نشسته که داره، هیچ چی دیگه نه. این روزها که قهرمان کشتی کشورمون در حال مبارزه با بیماری، نیاز به همراهی بیشتری از سوی مسئولین در کنار تشک داره. سید اکبر رضوی، باشگاه خبرنگاران، اصفهان. از شما هم میخواییم برای سلامتی ورزشکار خوب کشورمون دعا کنید. اما yjc.ir آدرس سایت اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان هست که شما میتونید خبرهای مختلف سایت ما رو بر روی صفحات متعدد این سایت بررسی کنید و خبرهای مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید. اما همکارمون آقای سامان سباقی در تحریریه حضور دارند برای معرفی خبرهای پربازدید امروز. سلام بر شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما ای مقامی و همینطور شما همراهان همیشگی با خبرنگاران جوان. پربازدیدهای امروز سایتمون رو با این خبر شروع می‌کنم. پرسپولیسی که امروز بازداشت شد و به زندان رفت. نتایج رسمی از شمارش اولیه آرای دوره دوم انتخابات مجلس دهم به همراه جدول تفکیکی و گرایش‌ها رو هم می‌تونید در سایت ما مشاهده کنید. فیلم مشکوک با این عنوان، آیا میداوودی در دیدار سایپا با استقلال با کمکاری‌های خود برای سایپا برای استقلال بازی میکرد؟ دعوای خونین دختران نوجوان در خیابان؟ اموال بابک زنجانی در داخل کشور چقدر است؟ فیلمی داریم از تست خودروی محافظین شخصیت ها و رژیم غذایی مسی چیست؟ فوق ستاره بارسلونا چه چیزی میخوره و چه چیزهایی پرهیز میکند؟ لحظه هولناک طوفان شن امروز در گناوات هم میتونید در سایت ما مشاهده کنید. علاوه بر همه اینها اخبار ما رو میتونید در کانال ها هم دریافت کنید. از شما متشکرم آقای سباقی. این توضیح هم من اضافه بکنم که 3023-94 سامانه پیامک
برنامه با خبرنگاران جوان هست که شما میتونید از این طریق سوژه های خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. اما حالا هوای روز انتخابات در ساختمان خیابان فاطمی. روز گذشته دومین دور انتخابات مجلس دهم برگزار شد تا تکلیف صندلی های باقی مونده بهارستان مشخص بشه. همکار ما هم روز گذشته 24 ساعت تمام در ساختمان خیابان فاطمی بود تا ببینه در ستاد انتخابات کشور چی میگذره. انتظار، شناسنامه، جوهر، رای، آدینه دیگر را رقم زد تا جمع نمایندگان مجلس 11 جمع شود. جبهه‌ای که خط مقدمش را مردم سنگر بستند و اینجا وظیفه این سنگربانی را بر دوش دارد. ستاد انتخابات کشور، مرکز ثقل برگزاری فرایند انتخابات. از طریق سامانه‌های انتخابات همه مسائل و فرایندهای مربوط به انتخابات را تا سطح فرمانداری و بخشداری‌ها پیگیری می‌کنند. و ضربین قانون که در دستان کمیته حقوقی روند اجرایی را رصد می‌کند. هر موردی که مربوط بشود به قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه که دارای ابهام باشه، ما اینجا پاسخ میدیم و در خدمت همکارانون هستیم. درهای این ستاد اگرچه از دور اما به روی مردم باز است. اطلاعات زیادی را از اطلاعات مردمی دریافت میکنن که شماره تماس های وزارت کشور و روابط عمومی وزارت کشور را دارن و این درها که پشت آن چشمان نظارت بیدارند تا تخلفات احتمالی را گزارش دهند. دستگاه های انتظامی و امنیتی نمایندگانشون در کمیته امنیت حضور دارند. نمایندگان شورای نگهبان هم حضور دارن در ستاد انتخابات کشور و وظایف نظارتی خودشون انجام میدن. اما برگه هایی که تکاپوی ستاد انتخابات را به تکاپوی محفل خبرنگاران وصل میکند. اطلاعیه های چندگانه روز انتخابات. توجه به اطلاعاتی که ما کسب میکنیم و ضرورت تدوین هر اطلاعیه را اونجا تبیین میشه. اطلاعیه هایی که نبض لحظه را دست میگیرند و خبرساز میشوند. موقعی که مشکلی باشه توی به اصطلاح حوزه انتخاباتی که با شنیدن اون موزه به اصطلاح مشکل برطرف بشه. تعداد کپی های اطلاعیه ستاد انتخابات وقتی میاد بعضی وقتا تو ستاد اطلاع رسانی که خبرنگاران مستقر هستند خیلی کم هست و همکاران من برای این که بتونن این اطلاعیه رو زودتر بگیرن با هم رقابت میکنن. این ستاد تا تایید نهایی صحت انتخابات فعال است تا دین امانت حق و ناس به خوبی ادا شود. اما از انتخابات گفتیم. برای اطلاع از نتایج دومین دوره دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اکنون ارتباط ما با همکارمون آقای دارابی در محل ستاد انتخابات کشور برقراره. آقای دارابی من خدمت شما سلام عرض میکنم. در مورد آخرین نتایج و خبرها از ستاد انتخابات کشور بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و بینندگان محترم شبکه خبر. خب به لحظاتی پیش اطلاعیه شماره 138 هم به دست بنده رسید که مربوط به دو حوزه انتخابی دیگر هست. در حوزه انتخابی میاندواب، شاهیندج و تکاب آقایان همایون هاشمی با کسب 61555 رای و جهانبخش محبینیا با کسب 61177 رای از مجموع 176550 رای به مجلس راه یافتند. در حوزه انتخابی شیراز هم آقای علی اکبری با کسب 98822 رای عذرخواهی میکنم از مجموع 170799 رای به مجلس راه یافت. به این ترتیب 67 کرسی از 68 کرسی باقی مانده مجلس شورای اسلامی و همچنین 54 حوزه انتخابی از 55 حوزه انتخابی که به مرحله دوم کشیده شده بود کار انتخاباتشون تعیین تکلیف شده. الان ما در خدمت جناب آقای مهندس مقیمی هستیم، ریاست محترم ستاد انتخابات کشور، تا در خصوص روندی که طی شد تا به این مرحله برسیم چه اتفاقاتی افتاد خیلی مختصر. خسته نباشید. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. خب ما دیروز از صبح که رأی‌گیری رو شروع کردیم در 55 حوزه و در 21 استان 15320 شعبه اخذ رأی داشتیم، ثابت و سیار
بعضی جا هم از در واقع بالگرد استفاده کردیم برای اینکه صندوق رو برسانیم. تا ساعت 6 بعد از ظهر که انتخابات 10 ساعتش تموم میشد، وزیر محترم کشور 2 ساعت اجازه دادن که تمدید بکنیم. بعد از ساعت 8 تا 9 هم باز 1 ساعت. بعد از ساعت 9 هم گفتن که دیگه خود استانداران در این استانهای 21 گانه اگر نیاز دیدن برای تمدید تمدید بکنن. من فکر کنم دیگه حدودای ساعت 10 تقریبا کسی دیگه مراجعه کننده نداشتیم و انتخابات فقط راجع به اونایی که در حوزه در شعبات بودن در واقع رأی‌گیری انجام شد. از ساعت 8 بعضی از حوزه‌ها چون به اصطلاح تمدید نشد شمارش آرا رو شروع کردن، ولی به صورت کلی از ساعت 10 و 11 بود که دیگه شمارش آرا در کل حوزه‌ها شروع شد. ساعت 1 بامداد اولین در واقع نتایج به ستاد انتخابات رسید که به مرور ما اینا رو در اختیار صدا و سیما قرار دادیم. الان هم همینطوری که جناب علی مطرح کردید و در این اطلاعیه ستاد انتخابات بود، از 55 حوزه 54 حوزه تعیین تکلیف شده، صورت جلساش به دست ما رسیده، یک حوزه مونده که انشالله اونم تا یک ساعت دیگه یا ساعت‌های آینده به دست ما برسه. نتایج انتخابات تا این مرحله مشخص شد. مشارکت رو هم یه توضیح می‌فرمایید آیه؟ بله، در این دوره نسبت به دور اول 59 درصد از کسانی که در دور اول رأی داده بودند در دور دوم در واقع حضور پیدا کردند. حضور پیدا کردند. ترکیب کسایی که حضور پیدا کردند چطور بود؟ ظاهرا یه تعداد از این افراد هم خدمت شما که عرض کنم بیشترین سنی که شرکت کردن 32 سال بود، کمترین سن 32 سال و بیشترین سن 66 سال کسایی که در واقع مراجعه کرده بودن. و کسایی که انتخاب شدن 4 نفر از خانوما هستن، بقیه هم از آقایون. از نظر سواد هم 3 نفر لیسانس هستن که اینا دورهای قبل نماینده بودن، در واقع میتونستن از مدرک لیسانس استفاده بکنن. فوق لیسانس 35 نفر، دکترا 23 نفر و 3 نفر هم از حوزه توشی مربوط به 62 نفره. بسیار. چون ما دو تا اطلاعی که شما الان خوندید ناجز به این نبود. برجت مراجعه کنندگانم فکر میکنم 54 درصد رو آقایون بودن، 46 درصد خانم ها. حدود 3 درصد هم افزایش داشتیم نسبت به مرحله دوم مجلس نهم. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم برای حضرت عالی و همکاران پرتلاششون در ستاد انتخابات که در من همینجا یه تشکر ویژه‌ای باید بکنم از صدا و سیما به خاطر همه زحماتی که در طی این یک سال و یعنی 13 ماهی که خلاص انتخابات کلید خورد تا به امروز داشته باشم. ان شاء الله خداوند قبول بکنه این خدماتی که انجام شد و ان شاء الله بتونیم در مراحل بعدی هم خدمتگزاران خوبی برای جمهوری اسلامی باشیم. خیلی متشکرم ما هم از شما سپاسگزاریم. از بینندگان محترم و همکاران عزیزم سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. متشکریم آقای دارابی. آخرین اخبار انتخابات رو از ستاد انتخابات کشور پیگیری کردیم و شاهد گفتگوی همکارمون آقای دارابی با آقای مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور بودیم. اما هفته‌ای برای دلجویی از دستان پینه بسته، دستانی که گره خیلی از مشکلات اقتصادی رو باز میکنه، اما گاهی اوقات برخی از نامهربانی ها خاطرشون رو ناراحت میکنه. اینجا کارگران مشغول که نه، منتظر کارند. این انسان‌های شریف و زحمتکش توی هفته کارگر از تلخی طعم بیکاریشون برامون گفتن. اوضاع کار خیلی بده، خیلی کار نیست. یک ماه که اومدم یه نصف روز من کار کردم. صبح ساعت 6 هفته نیم وای میستیم تا که 11-12 11-12 با خجالت میریم خونه. توی یک ماه فکر نکنم یه هفته شم کار کنیم. کار نمی‌کنیم.
از دستمزدی هم که توی سال 95 براشون در نظر گرفته شده ناراضی بودن. 712 هزار تومان امسال افزایش به 812 هزار تومان. نمیتونم حقیقت 3 تا دانشجو خرج بدم. من دارم با 800 تومان زندگی میکنم اینجا تهران. دارم 500 تومان کرایه خونه میدم. ما چیزی که بررسی کردیم سبد هزینه زندگی کارگر بالغ بر 3 میلیون تومان خود دولت محترم تایید میکنن و بخش کارفرمان تایید میکنن. خب این 812 هزار تومان ها حتی 10 روز معیشت زندگی کارگری را نمیتونه پوشش بده. از کارگرا پرسیدیم اگر وزیر کار بودین برای کارگرا چی کار میکردین؟ کار واسه ما فراوان کنه، نه یارو نمیخویم نه چیز دیگه. یعنی بیکار نباشیم توی میدونا. از تو بیایم اینجا سر جدول بشینیم هیچی به هیچی. باید بیاد برسه به مردم، به ما کار بده. سعی میکردم این شغلی براشون فراهم کنم. وزیر کار هم برای کارگران حرف داشت. اگر کاری نتونستیم زیاد انجام بدیم، واقعا موانع ساختاری زیادی داشتیم، ولی هم میفهمیم هم درک میکنیم هم بنا داریم که کارهای بزرگی انجام بدیم و برای همه کارهای نشده و نکردم عذرخواهی میکنم. برای دادن خبرهای خوش به کارگرا تا روز جهانی کارگر یعنی 3 روز دیگه فرصت هست، اما بهتره که توی کل سال هوای این قشر زحمتکش رو داشته باشیم. اما حالا نوبت به گزارش‌های شما میرسه. برای این کار میتونید از طریق نرم‌افزارهای موبایلی خبرنگار ما باشید و نتیجه کار خودتون رو به نام خودتون علاوه بر سایت ما در بخش‌های مختلف خبری ببینید. فقط کافیه شماره 0930-319-47 رو در گوشی خودتون ذخیره کنید تا شما هم به جمع شهروند خبرنگاران ما بپیوندید. اما ببینیم امروز چه گزارش‌های شهروند خبرنگاران برای ما ارسال کردند. شهروند خبرنگار ما باشید. شما میتونید سوژه‌ها و تصاویر خبری خودتون رو از طریق شماره 0930-319-47 برای ما ارسال کنید. این هم یه نوع زمینخواری یا کوخواری، فشم، میگون. ببینید کوره تا کجا اینجوری برای خودشون خط کشی کردن. حالا میگن ما باغ زدیم، ولی اگه توجه کرده باشین اینجا رو دارن میسازن. ببینید آقای منطقه داره یواش یواش پذیم متاسفم. یه آشغالی که شهرداری داره میریز اینجا، حالا 12 سال کشاورزی ما رو فلش کرده، رودخانه ما رو آلوده کرده، گوسفندامون همه از بین رفتن. این تصاویر و بیشتر از اینها هم اکنون با نام خودتون بر روی سایت ما به نشانی yjc.ir قابل مشاهده است. استان خراسان شمالی به عنوان استان گنجینه فرهنگ ها شناخته میشه که انواع و اقسام لباس های زیبای محلی رو در گنجینه البسه خودش جای داده. هرچند این لباس ها دیگه کمتر در ویترین نگاه مردم قرار میگیره. از گذشته های دور نجابت پوشش ایرانی اسلامی در لباس های محلی سراسر کشورمون جلوه نمایی کرده که خراسان شمالی با دارا بودن قومیت های مختلف از تنوع خاصی در این عرصه برخورداره. با توجه به تنوع فرهنگی و اقوامی که در استان داریم، البسه محلی مختلفی هم داریم که شامل البسه محلی اقوام کرمانجمون هست یا همون کردها، البسه محلی ترکمن ها، تاتا و ترکا. با توجه به اینکه اقوام کرمانج با 34% بیشترین جمعیت قومیتی خراسان شمالی رو دارند، اصالت این پوشش از گذشته ها حفظ شده و در مناسبت های مختلف از این لباس استفاده میشه. لباس محلی خراسان شمالی تشکیل شده از سربند، روسری، جلیقه، بولیز و دامن و شلوار. نوار سبز نشأت گرفته میشه از سبزه ها که عشایر در دامنه کوه ها در طبیعت بودن و زرد نشأت میگیره از خورشید. قرمز خودش باز از لاله هایی که رویده در صحرا. من الان 74 سال سن دارم. من سنت 12 سالگی این کار ادامه دادم. سالی 50-60 نفر دخترها میارم اوستا کار میکنم و میرن دنبال کار خودشا، برای خودشا کار میکنن. نزدیکه 2 ساله که من اینجا کار میکنم پیش حاجی خانم. حاجی خانم به من یاد میده، یاد بگیرن، ایشالان یه منبع درآمد برای ما بشه که با بچه های آینده یاد بدن. و
البته اینکه توجه به صنایع فرهنگی میتونه علاوه بر گسترش کسب و کار موجب غبارروبی از فرهنگ کهن سرزمینمون بشه. لباس‌های محلی نشون دهنده فرهنگ و قدمت هر منطقه هست که با احیای اون میتونیم فرهنگ نیاکان و گذشتگان خودمون رو زنده نگه داریم. مرضی احمدی، باشگاه خبرنگاران جوان، بجنورد. بازار محلی محمودآباد در مازندران مقصد عکاس باشگاه خبرنگاران جوان شده. اگر مایل به دریافت و مشاهده مجدد گزارش‌های امروز هستید، میتونید به صفحه صوت و فیلم سایت ما سری بزنید، همینطور از طریق شهروند خبرنگار سوژه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. پایان با خبرنگاران جوان شنبه 11 اردیبهشت ماه. نگاهتون مستدام، خدا نگهدار.